در فرودگاه بین‌المللی فرانکفورت هستم. امروز جمعی از فعالین حقوق پناهجویان به اینجا اومدن جلوی دفتر اصلی شرکت لوفتانزا در آلمان تا اعتراض کنن به روند اخراج پناهجویان ایرانی. در ماه‌های اخیر شاهد اخراج 2 پناهجوی ایرانی بودیم. این در حالیه که وزارت داخله آلمان تصویب کرده بود که ایران امن نیست و کشور آلمان حق اخراج پناهجویان ایرانی رو به ایران نداره. همینطور که پشت سر من می‌بینید بخشی از این فعالین اینجا حضور دارن، رسانه‌های آلمانی هم همینطور. من با یکی از اونها آقای اسدی صحبت می‌کنم که فعالیت‌های بیشتری انجام دادن در همین باره. آقای اسدی، از روند کاریتون بگید و چقدر امیدوارید که این اخراج‌ها متوقف بشن؟ تمام تلاش ما این هستش که ایرانی‌هایی که اومدن اینجا و تقاضای پناهندگی و مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستن اجازه ندارد هیچ دولتی و به ویژه دولت آلمان اینا رو به ایران اخراج بکنه. شرکت‌هایی هستن مثل شرکت لوفتانزا که اینها اخیراً دست به اقداماتی زدن، علارغم که تا 2 ماه پیش پروازها رو به ایران قطع کردن، 2 مرتبه شروع کردن و متاسفانه کسانی که توسط اداره وزارت کشور آلمان پرندشون رد میشه توسط شرکت لوفتانزا با همراه 2 پلیس اینها رو به ایران استرداد میدن و این در واقع با هیچ قوانینی که تا به حال خود دولت آلمان گذرونده است تطابق نداره و ما مخالف این هستیم و شدیداً اعتراض میکنیم به ویژه به شرکت لوفتانزا که چرا شما 2 ماه پیش پروازها را قطع کردید، الان دوباره شروع کردید اما دارید ابشیبونگ هم انجام میدید و این در منافات با کلیه مواضعی که خود لوفتانزا و یالتا داره و کسی که در واقع جانش در خطر هست اجازه ندارن اینو به کشورش اخراج بکنن، به ویژه در ایران، به ویژه زنان. و در 2 هفته گذشته 1 مرد و 1 زن رو به ایران توسط شرکت هواپیمای لوفتانزا اخراج کرده. متشکرم از شما. روی تابلوها هم می‌بینیم ایران امن نیست و هیچ انسانی غیرقانونی نیست. این فعالین با وزارت داخله هم صحبت کردن، امروز اینجا حضور دارن و با شرکت لوفتانزا صحبت می‌کنن، اما پیگیری‌های زیادی دارن انجام میدن تا جلوی این اخراج‌ها گرفته بشه. تحمین رستمی، فرودگاه فرانکفورت.